سلام بر روی ماه همه زبان آموزان عزیزم خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از آموزش زبان انگلیسی با کانال زبان داد من مهناز هستم و از این ویدیو به بعد قراره که یه سری آموزش هایی رو تحت عنوان جملات کوتاه اما کاربردی در زبان انگلیسی رو در کانال قرار بدیم که این جملات همونطور که از اسمشون پیداست کوتاه ولی بسیار کاربردی هستند در روزمره در فیلم ها زیاد اینها رو میشنوید و خیلی خیلی کاربرد دارن بچه ها. اما قبل از اینکه آموزش این جلسه رو شروع بکنیم لطفا و حتما مطمئن بشید که کانال ما رو سابسکرایب کردید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید مچکر میشم که لایک بکنید اما بریم سراغ اولین جمله کوتاه اما کاربردی حتما برای شما هم در طول روز پیش میاد که میخواید جملاتی رو با کلمه دیگه بسازید به عنوان مثال به دوستتون میگید من دیگه سیگار نمیکشم یا دیگه دوست ندارم دیگه با من صحبت نمیکنی این جملات رو که کلمه دیگه درش استفاده میشه میخوایم ببینیم در انگلیسی چطور ساخته میشه اولین عنوانی که شما باید یاد بگیرید این هست که معادل کلمه دیگه در انگلیسی چی میشه معادل کلمه دیگه در انگلیسی بچه ها anymore هست کلمه anymore anymore که بخوایم حالا connected شده با هم تلفظش بکنیم میشه anymore anymore این معادل همون کلمه دیگه هست خب جمله هایی که میخواید با دیگه یا anymore بسازید دو قانون باید درشون رعایت بشه قانون اول این جمله ها که حاوی anymore یا دیگه هست حتما حتما بچه ها باید یک جمله منفی باشه شما anymore رو در معنای دیگه تو جمله مثبت نمیتونید استفاده کنید اشتباهه قانون دوم اینکه از نظر جایگاه در جمله انگلیسی کجا باید قرار بگیره میره و در انتهای جمله قرار میگیره اما یه نکته مهم اگر هنوز نمیدونید که جمله انگلیسی چطور تشکیل میشه چه اجزایی داره و این اجزا با چه ترتیبی کنار هم باید قرار بگیرن من قبلا در این مورد دو ویدیو ساختم که میتونید در واقع برید کانال اون ویدیو رو ببینید که من لینکش رو این بالا واسطتون قرار میدم حتما حتما ببینید که باعث میشه خیلی راحت جمله بندی انگلیسی رو انجام بدید اما انیمور میره و در انتهای جمله انگلیسی قرار میگیره پس دو تا قانون یک جمله تو منفی باشه دو بره و در انتهای جمله قرار بگیره بریم چند تا مثال رو با هم ببینیم که انیمور با همون معنای دیگه در مثال چطور ممکنه ظاهر بشه مثال اول مثال اول همون مثال فارسی بود که بهتون گفتم من دیگه سیگار نمیکشم. ببینید I don't smoke anymore نکته اول درش رعایت شده don't smoke یعنی یک جمله منفی هست smoke یعنی سیگار کشیدن don't smoke یعنی سیگار نکشیدن و این رو منفی کرده I don't smoke anymore anymore کجای جمله قرار گرفته بچه در انتهای جمله پس دو قانون درش رعایت شد یک در جمله منفی هست و دو در انتهای جمله قرار گرفته I don't smoke anymore من دیگه سیگار نمی کشم مثال دوم I don't love you anymore خب لاو رو میدونید به معنای عشق یا اگر فعل باشه معنای دوست داشتن کسی رو خیلی زیاد دوست داشتن اما dont love یعنی دوست نداشتن و منفی شده. I don't love you یعنی چی؟ یعنی من تو رو دوست ندارم. حالا میخوایم بگیم من دیگه دوستت ندارم. I don't love you anymore. I don't love you anymore. اوکی؟ okay? پس anymore کجای جمله قرار گرفت؟ در انتهای جمله و در یک جمله منفی ظاهر شده. مثال سوم She doesn't live here anymore. She doesn't live here anymore. یعنی چی؟ Live یک فعله به معنای زندگی کردن. که برای she, و it که بخوایم در حال ساده فعلشون رو منفی بکنیم از doesn't استفاده می کنیم. پس doesn't live منفی شده یعنی زندگی نکردن she doesn't live here here یعنی اینجا اون اینجا زندگی نمیکنه ولی ما میخوایم بگیم اون دیگه اینجا زندگی نمیکنه چی میشه جمله she doesn't live here anymore در جمله منفی anymore رو انتهای جمله قرار دادم و معنای دیگه وارد جمله شد. She doesn't live here anymore. اون دیگه اینجا زندگی نمیکنه. و مثال چهارم I don't drink coffee anymore. I don't drink coffee anymore. Drink یعنی نوشیدن. خب don't drink یعنی خب ننوشیدن که نداریم یعنی هیچ چیزی رو نمی نوشید بچه ها که ما در فارسی نمیگیم اما از همون اصطلاح خوردن استفاده می و نخوردن I don't drink coffee یعنی من قهوه نمی اوکی؟ ولی ما میخوایم بگیم من دیگه قهوه نمی اوکی؟ یه حالت توبه داره بچه ها یه حالت پشیمونی داره دیگه از یه کاری میخوایم. جداشیم یه ترک عادتیه ترک حالا هر فعلی که قبلا انجام میدادیم با دیگه اعمال میشه I don't drink coffee anymore من دیگه قهوه نمیخورم این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید